خب سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه مخاطبین لایو فریختگان. بنده معین رضیی هستم، خبرنگار گروه سیاسی روزنامه فریختگان. انشالله قراره که امشب در مورد آینده مذاکرات برجام گفتگو داشته باشیم، هم با آقای دکتر عزیز و هم آقای بازرگان، و مورد بررسی قرار بدیم که آینده مذاکرات بعد از گفتگوهای دوحه قطر به کدوم سمت میره. حالا منتظر هستیم که دوتا مهمون اضافه بشن به لایو ما. حالا آقای بازرگان رو میبینم که اومدند و من حالا درخواست بدن به لایو اضافه بشن، ایشون گفتگو خواهیم داشت. آقای عزیزی هم هر دو بزرگوار رو دعوت میکنم به لایو. سلام ارادت تایی بازرگان. سلام و عرض ادب خدمت شما. صدا تصویر بنده هست؟ بله بله، فقط صدای تصویر بنده هم اگر هستش. بله. خیلی هم عالی. من درخواست برای عزیزی هم فرستادم، حالا منتظرم که ایشون هم اضافه بشن. یک بار دیگه هم چک میکنم. خب بعد ببخشید یه ذره با تاخیر شروع شد، یعنی خارج از دست ماست. این روزا یه ذره اینستاگرام دوچار اختلال هست سرعتش و ما چند بار مجبور شدیم تغییر بدیم شبکه‌مون رو تا بتونیم وصل بشیم. حالا امیدوارم که در طول گفتگو اختلالی ایجاد نشه، چون ما هم تازه لایو ما از محدودیت خارج شده، کلماتی که حساسیت برای این اینستا ایجاد میکند رو هم حالا سعی کنیم کمتر بگیم که بتونیم بدون چالش شروع کنیم. آقای عزیزی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. من بیشتر از این مخاطبین رو معطل نگه ندارم، اطاله کلام نکنم، برم سراغ گفتگو. حالا در ذیل هر سوالی که از عزیزا میپرسید این 9 تا 10 دقیقه فرصت برای پاسخگویی هستش. من سعی میکنم زمان رو هم دقیق چک بکنم که انشالله بتونیم بیشترین بهره برداری رو داشته باشیم از گفتگوها. خب بعد از گذشت بیش از یک سال از مذاکرات احیای برجام در وین، الان به شرایطی رسیدیم که آخرین دور مذاکرات در دوحه قطر برگزار شد. بازنمایی تصویری که از مذاکرات میشه در رسانه غربی اینه که ما به بن‌بست رسیدیم و امکان احیای برجام خیلی احتمالش پایینه. در بازنمایی این بن‌بست هم خب مهمترین گزاره‌ای که مطرح میشه اینه که ایران خواسته های فرابرجامی رو مطرح کرده در این مدت، حالا از جمله مسئله تضمین ها که مهمترین نکته هستش، یا این تضمین ها خاصه فرابرجامی هست یا نه، خروج سپاه از لیست تحریم ها دوباره یکی از اون مواردی که میشه ذیل خاصه فرابرجامی مطرح کرد. من سوال مشخصی که حالا در ابتدا از شما دارم آقای بازرگان این هستش که آیا در وهله نخست اون گونه که رسانه‌های غربی بازنمایی می‌کنن مذاکرات برجام داره به سمت بن‌بست میره و احتمال شکست مذاکرات وجود داره یا نه، یا فکر می‌کنید که این یک سناریویی هستش برای ایجاد تحت تاثیر قرار افکار عمومی و ایجاد فشار رو تیم مذاکره کنه؟ و دو هم که مسئله اصلی سوال مهم ما هست، آیا خواسته‌های ایران در این دور از مذاکرات که انجام شده، حالا به ویژه بعد از رکار اومدن دولت‌های رئیسی، خواسته‌های فرابرجامی بوده و خواستای بیش از اون چیزی بود که ما در برجام سال 94 داشتیم یا نه؟ در خدمتتون هستم. جناب آقای عزیزی بفرمایید شما. بفرمایید دکتر، شما شروع بفرمایید. خب عرض ادب و احترام، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت میزبان گرامی شبکه فرهنگ خوب، جناب آقای دکتر عزیزی دوست خوبم و همچنین مخاطبین عزیز. کامنت ها رو اگه لطف کنید ببندید چون سرعت اینترنت کمه دوستان. صدا و تصویر من هست؟ من چون صدا و تصویر شما رو هی قطع و وصل میشه برای من. نه الان اوکی، صدا و تصویر شما هست. خب. داری
بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. ببینید مسئله اینه که من یه سری یه مقدمه تکراری ولی لازم رو مجبورم بگم، خیلی تکراریه ولی انگار که دائما جانه میفته، بعد اینو هی تکرار کنیم که بفهمیم برجام چی بود. برجام دائما ما وقتی درباره برجام صحبت میکنیم از طرف ایران صحبت میکنیم، میگیم که ایران میخواهد تحریم ها لغو شود، ایران نیاز به رفع مشکلات داخلی دارد، ایران به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، ایران نمیدونم محیط زیستش خراب شده، نمیدونم اقتصادش خراب شده، جامعه خراب شده. بحثی که عزیزان رومانتیک میشینن صحبت میکنن از مرگ فرزند یوز ایرانی رو ربط میدن به برجام. تا حالا اینا مسائلی که درباره ایران برجام داره صحبت میشه. طرف مقابل از برجام چی میخواد؟ آمریکا هم یه منافعی میخواد از برجام دیگه، یه اهدافی داره دیگه، عاشق چه صبری ما که نیست که، رقیب ماست. خب اهدافی که آمریکا از ما میخواد چیه؟ در برجام اهداف این بود که تمام امکانات احتمالی برای دستیابی ایران به سلاح اتمی رو ازش بگیرن، درسته؟ حالا ما میگفتیم نمیخوایم، ثابت هم کردیم که نمیخوایم، قوی ترین رژیم ها هم پذیرفتیم که نمیخوایم، رژیم های نظارتی رو. اما خب اون یک ذهنیت امنیتی داشت و یک هدف این بود که کنترل کنه ابزار قدرت ایران رو، درسته؟ پس ذات برجام ذات مبتنی بر کنترل یک رژیم کنترل تسلیحات کاملا، خب، و نه یک توافق اقتصادی که دوستان دائما باهاش، حالا درسته ایران خواسته های اقتصادی از این توافق میخواست، نیازهای اقتصادی برای رفع تحریم ها میخواست، اما ذات برجام یک توافق امنیتی است دیگه. اینو خود آقای ظریف هم آخر دوران وزارتش گفت آقا ما اصلا دنبال منافع اقتصادی نبودیم که، ما میخواستیم موضوع پرونده هسته‌ای از حالت امنیتی خارج بشه. خب این نکته. نکته دوم این که آیا برجام برای آمریکا هدف است یا یک پروسه و یک مرحله است. اینم دیگه برای همه روشن شده، هم اوباما بارها گفته، هم ترامپ اومد گفت وقتی از برجام خارج شد، هم بایدن که آقا این یک مرحله است، ما در نهایت به دنبال رسیدن به برنامه‌های موشکی منطقه‌ای ایران هستیم و اخیراً با قانون تحریمی پهپادها می‌خوایم برنامه پهپادی ایرانم کنترل کنیم. یعنی کاملا قدرت نظامی ایران، قدرت دفاعی، قدرت امنیتی ایران رو میخواییم بگیریم. چجوری بگیریم؟ با تحریم، با فشار، این امتیازها رو دونه دونه از ایران بگیریم. اگه ما این یک ذهنیت طولانی مدت داشته باشیم، میبینیم که برجام قرار نیست عامل توسعه ایران باشد. چرا؟ چون باید همیشه یک فشار تحریمی روی ایران بماند، یک چوبی لای چرخ بماند که در آینده حالا یا به بهانه‌های دیگه دوباره تحریم‌ها برگرده، تحریم‌های دیگه اضافه بشه، که ایران دوباره احساس نیاز به رفع تحریم بکند، احساس نیاز به مذاکره با آمریکا بکند، که این مذاکره رو اون موقع حالا بگه درباره با موشکی در رابطه با منطقه‌ای. ترامپ مگه چی گفت؟ ترامپ وقتی خارج شد گفت هسته‌ای تو ازت گرفتم، به تحریم اضافه می‌کنم، حالا اگه می‌خوای رفع تحریم کنی بیا موشکی منطقه‌ای تام بده. بایدن چی کار کرد؟ بایدن هم تو دیانه 6 همین کار رو کرد، مگه اضافه نکرد یه بندی رو؟ خب پس این یک ذهنیتی باید داشته باشیم که خواسته آمریکا برای برجام اینه که این کالاها رو از ما بگیره. چجوری از ما بگیره؟ طوری که ما هنوز نیازمند رفع تحریم آمریکا باشیم. خب پس الان همین الان در برجام، در احیای برجام که بایدن حاضر شده این کارو بکنه، هنوز که هنوز حاضر نیست به همون تعهدات خودش در برجام 2015 برگرده. چرا؟ چون با شرایط جدید نظام بین الملل، با شرایطی که گذار در نظم بین المللی به وجود اومده، فرصت‌های جدید برای ایران برای کسب منافع خودش به وجود اومده، همون برجام 2015 به علاوه فرصت‌های جدید نظام بین الملل ایران رو تا قسمت خیلی زیادی از مذاکرات آتی برای رفع تحریم‌های آمریکا بی‌نیاز شاید بکنه تا یه مقطعی. و این مطلوب آمریکا نیست. چرا؟
چون اگه ایران خب بیاد برجام احیا کنه، بعد بره روابطش با روسیه و چین خوب کنه و با همسایه‌ها هم کار کنه و نصف تحریم‌ها هم برطرف بشه، بس بعداً موشکی و منطقه ما رو چجوری بگیره؟ پس یه فشاری باید دائما رو ما باشه. خب حالا طرف ایرانی یک بار رفته این تجربه رو کسب کرده، یک بار رفته یک برجامی رو امضا کرده، اجرا کرده، تمام تعهداتش رو انجام داده، و اینکه یک تجربه شکست وحشتناکی رو به جون خریده. این عزیزانی که الان ادعا میکنن بریم برجام رو احیا کنیم، اب نداره یه سال دو سال منافع رو کسب میکنیم بعدش خدا بزرگه، من از اون عزیزان میپرسم سال 96 و 97 زمانی که احیا برجام انجام شد، منافعی که ما کسب کردیم از برجام چقدر بود؟ ضرری که سال 97 و 98 از خروج آمریکا از برجام به ما تحمیل شد چقدر بود؟ این محاسبه هزینه فایده است دیگه. خب یه بار شما اینو تجربه کردی. نکته سوم، در خود برجام ضمانت اجرا آمده است. اون ضمانت اجرا چیه؟ مکانیزم ماشه. اون مکانیزم ماشه یه طرفه برای آمریکاست. یعنی خواسته ای که الان ایران داره خواسته فرابرجامی نیست. یک، برای مقابله با نقض عهدیه که از طرف آمریکا تجربه کرده. یعنی همین الان چه 6 ماه دیگه بعد از انتخابات کنگره، چه 2 سال دیگه بعد از انتخابات ریاست جمهوری جدید آمریکا، بر کسی پوشیده نیست که ممکن است آمریکا نقض عهد کنه. خب آقا شما یه آدم عاقلی رفتی از اصلا یه انسان معمولی تو جامعه از یکی میخوای بری خونه بخری، یه بار معاملتو کردی، مثلا ضرر و زیان تو معامله ننوشتی، طرف بهت ضرر زده، دفعه بعد با همون آدم میخوای معامله کنی ضرر زیان مینویسی یا نمینویسی؟ نکته چهارم، فرصت های نظام بین الملل. من اگه زیاده گویی کردم به من بگیم که بدم به فلان بدم. آقای بازرگان حدود 2 دقیقه دیگه من جمع میکنم. چشم. نکته چهارم اینه که فرصت های نظام بین الملل با 10 سال پیش فرق میکنه. ما در 2015 در یک نظام تک قطبی بودیم که چین و روسیه هم با آمریکا برای فشار به ایران همراهی میکردن. تمام کشورهای دنیا از تحریم های آمریکا علیه ایران همراهی میکردن. الان در یک نظام کاملا متفاوتی هستیم که ابرقدرت ها خودشون به جون هم افتادن. اروپا خودش مشکلات متعددی داره، مشکلات بحران انرژی داره، بحران مهاجرت داره، ثبات نظام امنیتی داره. آمریکا با چین درگیره، آمریکا با روسیه درگیره. خب کشورهای منطقه ما از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه دارن حمایت نمی‌کنن. کشورهای منطقه ما برای مقابل از تحریم‌هایی که فشارهایی که روشون اومده که با چین رابطه برقرار نکنن حمایت نمی‌کنن. الان عربستان با چین رابطه خوبی داره، ترکیه رابطه خوبی داره، امارات رابطه خوبی داره. پس 10 سال پیش نیست که ما عزیزان میگفتن آقا شما راهی جان دل اینترنت شما فکر کنم میزه دوچار اختلاله، چون ما صدا و تصویر شما رو با نویز داریم و با تأخیر. خب میخواین جناب آقای عزیزی ادامه بدن؟ چون تا اینترنت من برگرده من در ادامه در خدمت شما هستم. بله آقای عزیزی در خدمت شما هستیم. حالا صحبت‌های بازرگان رو شنیدید، ایشون اصلا معتقد هستن برجام از ابتدای یک معاهده‌ای بوده برای کنترل ایران در سایر ابعاد امنیتی و نظامی و غیره. حالا نظر شما در این رابطه میخوام بدونم و یه نکته من با اجازهتون میرم برمیگردم دوباره ریکوست میدم شما قبول. حالا من یه ذره جلوتر هم برم در مورد صحبتایی که ایشون مطرح کردن. حالا با تجربه شرایطی که هسته شما فکر کنید آیا در آینده اصلا ادامه دادن این مذاکرات در شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی میتونه مثمر ثمر باشه با توجه به تغییرات شرایطی که صورت گرفته یا نه، و این که اصلا جمهوری اسلامی الان بیشتر نیازمندتر هستش به انعقاد برجام یا طرفهای غربی؟
با عرض سلام خدمت شما و آقای دکتر بازرگان که حالا تشریف میارن انشاءالله دوباره برمیگردم به جمع و مخاطبین خوب برنامه‌تون. ببینید چند تا نکته من خیلی سریع بگم در دنباله صحبت‌های دکتر بازرگان. همونطور که میدونیم برجام سال 94 امضا شد 2015، اون دو سال تقریبا مذاکراتی که بود مذاکرات فشرده، تیم آقای دکتر روحانی و آقای دکتر ظریف بر اساس در واقع یک سری مفروضاتی که برای جامعه بیان میکردن جامعه رو تهییج میکردن برای این موضوع و اتفاقاتی که ثمره هایی که میتونه از برجام بیفته و خب بسیاری از این مفروضات مفروضات غلطی بود. حالا به بعضی از اونها اشاره شد، میدونیم که مثلا بحث منفعت اقتصادی رو دیگه آقای روحانی رفع شدن تحریم ها رو هم تکذیب کردن و صرفا گفتن که همونطور که آقای دکتر بازرگان گفتن یک جو امنیتی بود، یک فضای امنیتی بود، یک فضای روانی بر ضد ایران بود. ما تمام سعیمون رو کردیم که این فضا رو از بین ببریم، یعنی ایران نه جمهوری اسلامی، ایران و نسل های آینده ایران وارد یک قرارداد امنیتی بسیار قوی با اون سیستم های نظارتی قوی شدن تا جو روانی رو مثلا ما بتونیم جمع کنیم. خب اینها همه نشون میده که در واقع اون مفروضاتی که اون موقع بود اشتباه در اومد، مفروضاتی که الان هم برخی اعلام میکنن اشتباه در اومد. ببینید من در مورد سوال اول چند تا نکته بگم. ایران دوست داره اگر بشه به اون سال آخر دولت اوباما برگرده. سال آخر دولت اوباما یعنی چی؟ یعنی از روز ایمپلیمنتیشن دی که حدود دیماه و بهمن سال 94 بود تا دیماه و بهمن سال 95 که آقای ترامپ اومد سر کار. اون سال سال اجرایی بود، یعنی شاید میشه گفت تنها سالی که برجام اجرایی شد. همون زمان دولت آقای روحانی آقای ظریف خودشون میگفتن که ما اون منفعتی که انتظار داشتیم ببریم و نبردیم، ولی با این همه یک منفعت حداقلی ایران بود. خب یک گشایش حداقلی بود برای یک بازی یک ساله تا آقای ترامپ بیاد سر کار. ایران الان بحثش اینه، میگه اگه واقعا حتی به اون زمان هم میتونیم برگردیم با اینکه ما راضی نبودیم، ولی چون در تعهد هستیم بیایم برگردیم. اما مشکل اینجاست که بر عکس اون چیزی که اعلام میشه مرتب که ایران مطالبات فرامنطقه‌ای داره، این عملا آمریکا هست که از زمان آقای ترامپ به قدری قفل و زنجیر به این قرارداد زده که ایران اصلا اون منفعت حداقلی سال آخر دولت آقای اوباما رو هم به دست نمیاره. و این نکته رو بذارید به شما راحت بگم. ببینید مسئله اصلی این هستش که آمریکایی‌ها تمام تلاششون دارن میکنن و کردن که احیای برجام رو گره بزنن به ورود به مذاکرات منطقه‌ای. اگه شده در حد یک پاراگراف بزنن، یه جمله بزنن، یه قولی بگیرن، یه تعهدی بگیرن. کار دیگه‌ای که می‌خواستن بکنن این بود که این پرونده‌های از قبل مطرح شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حالا بعضیش پی ام دی بعضیش غیر پی ام دی، مثلا اونهایی که در واقع ابعاد نظامی ممکنه داشته باشه، اینها رو نگه دارن، اینها حل شده نباشه، یعنی حل نشده باقی بمونه. که خب میدونیم ایران خیلی محکم وایساده بود، حتی توی اسفند ماه که خبرش بود که میخواد در واقع قرارداد تنظیم بشه، ایران گفته بود اگر قرارداد احیای برجام هم تنظیم بشه، قطعی بشه، ما انجام تعهدات خودمون رو با آخر خرداد موکول میکنیم که در شورای حکام در واقع موضوع پرونده ایران دیگه تموم بشه، بسته بشه. و نکته بعدی هم این هستش که ریسک پذیری شرکت هاست. ببینید اون زمان که یک در واقعیت شوری بود در همه مینستریم میدیا، در رسانه های اصلی جریان اصلی دنیا، در داخل کشور اروپا، همه کشورها که قرار تحریم ها برداشته بشه، سرمایه ها میتونه بیاد، سرمایه گذاری بسیار اندکی در ایران شد به خاطر اینکه اون شبکه تحریمی که آمریکا داشت از بین نرفته بود. تحریم های اولیه از بین نرفته بود، تحریم های ثانویه معلق شده بودند، ساختار تحریم های سازمان ملل هنوز مونده بودند. حالا در مورد در ادامه صحبت خواهیم کرد. برابر این شرکت های خیلی کم اومدن، سرمایه‌گذاری بسیار کم اومد. الان که آقای ترامپ یک دور اومد، آقای دکتر بازرگان هم توضیح دادن، قرارداد ملغا شده و معلوم نیست یک سال و نیم دیگه، دو سال دیگه چه کسی در آمریکا سر کار بیاد. خود آقای ترامپ بیاد، فردی بیاد که حالا از جمهوری خواها یا از دموکرات ها ضد برجام باشه و بیاد دوباره اون سرنوشت رو انجام بده، شرکت های بزرگ نمیان سرمایه‌گذاری بلند مدت در ایران بکنن. خب بنابراین درخواستایی که ایران داره درخواستای فرابرجامی نیست. ایران میگه شما باید یک بگونه‌ای به شرکت‌های چند ملیتی، شرکت‌های بزرگ، بانک‌های جهانی این تضمین رو شماها باید بدید که با ما کار بکنن.
شما حق ندارید نام سپاه و نه فقط نام سپاه، نام همطور که آقای دکتر خرازی تو اجلاس دوحه گفتن، بیش از 400 شخص حقیقی و حقوقی ایران و شرکت‌های ایرانی نامشون در تحریم‌ها اضافه شده در زمان آقای ترامپ، در زمان خود آقای بایدن 150 تحریم دیگه گذاشته شده روی اینا. میگه اگه شما دارید این رفتار رو اجرا می‌کنید، خب شرکتی نمیاد کار بکنه. و بحث حالا مسائل پرونده‌های آژانس هم که بود. پس این رو اول از همه باید بدونید که این در واقع بحث فرابرجامی ایران نیست، بحث اتفاقا تقاضاهای فرابرجامی آمریکا است. همونطور که آقای دکتر گفتن، ببینید هدف آمریکا از هسته ای قدم اول بود، میخواستن تا هسته ای انجام شد به توافق رسیدن وارد مسائل منطقه امنیت منطقه موشکی محور مقاومت و مسائل مثل این بشن. آمریکایی ها الان که 6 سال 7 سال از برجام گذشته کاری نداره که ما منفعت بردیم یا نه. میگه خب حالا آقای ترامپ اومد یه کاری کردش و آقای ترامپ بود و من خودم هم و من اومدم دوباره میخوام اینو برجام رو احیا کنم، بیاید حالا اجرا که شد هنوز منفعت نبردید، هنوز اعتماد سازی نشده، بریم وارد مذاکرات منطقه‌ای بشیم، بریم وارد مذاکرات موشکی بشیم. خب این مسلماً از نظر ایران قابل قبول نیست و نباید هم قابل قبول باشه. این در واقع این دیگه چیز فرابرجامی نیست، این خود برجام هست. اما در مورد نکته دیگه‌ای که فرمودید، ببینید اینجا دو تا بحث وجود داره. یکی از دوباره مفروضاتی که بود این بود که ما اگر تحریم‌های سازمان ملل رو بتونیم لغو کنیم یا از بین ببریم، تحریم‌های یک جانبه آمریکا نمیتونه کارایی داشته باشه. این مسئله‌ای بود که آقای دکتر ظریف تو مجلس هم بیان کردن، آقای روحانی هم بر همین مبنا بودن و این بود که ما باید بریم اون 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر ضد برنامه هسته‌ای ایران رو به گونه اون رو رد بکنیم. یکی از دلایلی بود که خب توجیهاتی بود که برجام رو به ثمنش از البته گروه مخالفی هم هستن که میگن در واقع اون 6 تحریم آنچنان ضربه نمیزد به مسائل بانکی و نفتی ما که حالا بحثش رو نمیخوام الان بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که سال دهم برجام، و این رو شاید خیلی از دوستان نمی‌دونستن، ما باید یه ذره آینده نگری کنیم در مورد این قضیه، یعنی 1404 یا پاییز 2015 اتفاقی که میفته سال دهم برجام هست، بهش میگن در واقع ترمینیشن دی، یعنی روزی که دیگه لغو میشه اون قطعنامه 2231 دیگه از بین میره. و این قطعنامه 2231 در اون مکانیزم ماشه تعبیه شده. خب دوستان دیگه فکر کنم الان همه مکانیزم ماشه رو میدونن که در واقع هر عضوی که در برجام هست و مشکلی براش پیش میاد، اگر اعتراض بکنه و دیگران نتونن در واقع اعتراض اون رو و اون که او بگه مثلا من نفعمو نبردم یا دیگری داره خلاف عمل میکنه، اگه به نتیجه نرسن این به شورای امنیت ارجاع داده میشه و در اونجا دیگه در واقع چیز نیستش، در واقع وتو، حق وتو کارایی نداره. چرا؟ چون تعلیق تحریم ها رو به رأی میذارن، تعلیق تحریم های ایران رو به رأی میذارن و اونجا در واقع دیگه وتوی روسیه و چین تأثیری نداره. نکته‌ای که وجود داره اینه، ببینید حالا در مورد مکانیزم‌هاش که آیا اروپایی‌ها این رو عملی می‌کنن بعداً صحبت خواهیم کرد، ولی خود آمریکا اگر وارد قرارداد بشه، وارد احیای برجام بشه، عملاً رئیس، اگه این رئیس جمهور هم اعمال نکنه، رئیس جمهور بعدی آمریکا دستش باز هست برای چی؟ اجرای مکانیزم ماشه. یعنی انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا یک سال قبل از اون ترانزیشن دی، کانکلوژن دی هست، ترمینیشن دی هست. یعنی یک سال رئیس جمهور بعدی آمریکا این فرصت رو داره که ما به تعهدات برگردیم، دوباره کاهش تعهدات هسته‌ای بدیم، یه منفعت حداقلی چند میلیون بشکه نفتی و چند میلیارد دلاری هم که بیرون هست بلوکه شده برگرده. اما رئیس جمهور بعدی آمریکا بیا به دوباره بزنه زیر همه چیز. نه تنها ما کالای امنیتی رو دادیم، نه تنها ما دوباره وارد این قرارداد شدیم، بلکه دوباره از همه چیز ما رو محروم میکنه. لذا اینها سوالاتی هست که باید در ادامه بهش جواب بدیم که چه اتفاقاتی ممکنه در آینده بیفته. چون همونطور که همه میدونیم برای قدرت‌های بزرگ هیچ گونه در واقع ضمانتی در امور دنیا در رفتارشون نیست. رفتار روسیه رو میبینید با اوکراین، رفتار خود آمریکا رو میبینیم، نه تنها بحث برجام، حمله به عراق، حمله به جاهای مختلف، رفتاری که این 5 عضو دائم شورای امنیت دارن نمیشه روش ضمانت گذاشت. این ما هستیم که خودمون باید حواسمون باشه اگر هم وارد یک قرارداد میشیم برای خودمون ایجاد ضمانت بکنیم. این قرارداد، ببینید این من جمله آخرام میگم ان شاء الله آقای دکتر ادامه خواهند داد سوال بعدی رو، ببینید اگر هم احیای برجام اتفاق بیفته تحت هر شرایطی، مثلا مسئولین به این نتیجه برسن که حالا در واقع خوب و بد ماجرا رو ببینن، احیای برجام انجام میشه، احیای برجام یک قرارداد دوباره موقت خواهد بود، یک سال، دو سال، دو سال و نیم ماکسیمم، سناریوهای مختلف باید داشته باشیم و حتی میزان تحریم هایی که برداشته میشه محدود هست. یعنی چه از نظر زمانی، چه از نظر میزان تحریم ها
محدوده. اگر کسی میخواد بیاد بگه که تحریم ها برداشته میشه به یک باره، مثلا ایران گلستان میشه، شرکت ها میان، سرمایه گذاری میشه، تورم، مثلا همه مشکلات کشور همونطور که آقای دکتر بازرگان گفتن رو به برجام رفت بده، خب مسلمه که نه برجام رو فهمیده نه تجربه ای از این اتفاقات چند ساله داشته. بله، ممنونم از توضیحات کاملتون. حالا الان شاید محتمل ترین سناریویی که باهاش افغانستان خیلی روش حساسه همین فعالسازی مکانیسم معاشه که شما هم به درستی اشاره کردید. مطمئن مکانیسم معاشه الان فعالسازش اگر فرض کنیم که مذاکرات برجام به نتیجه نرسه، آیا شدنی هستش با شرایطی که ما در جهان شاهد هستیم؟ یعنی همین الان و بحرانی که خود اروپا درگیرش است، بحران انرژی که درگیرش است، جنگ اوکراین، تغییراتی که صورت گرفته و حتی نیازی که به انرژی ایران بیشتر شده. اخیراً هم فکر کنم هفته گذشته بود که آقای مکرون خواستار ورود نفت ایران به بازارهای جهانی شده بودن. با توجه به این شرایط آقای دکتر بازرگان فکر می‌کنید که فعال شدن چنین مکانیزمی شدنی هستش در آینده یا نه؟ خب من خسته نباشید دوباره میگم صدا تصویر من خوبه الان؟ بله. خب بله شدنی هست اما اصلا مطلوبشون نیست. چرا مطلوبشون نیست؟ و در ادامه همون توضیحی که باید بفهمیم اونا خواستشون از برجام چیه. ببینید برای ما فشاره، برای ما بازگشت تحریم ها فشاره و این یک ابزار همیشگی اونا بوده که به ما فشار بیارن که خواسته هاشون رو انجام بدن. فقط هم ابزارشون فشار تحریم ها نبوده، خب همزمان ابزار رسانه‌ای فرهنگی به کار بردن، از نفوذ داخلیشون استفاده کردن و تهدید نظامی. این گفتمان یا جنگ یا توافق ما باهاش آشنا هستیم دیگه، اصلا آقای روحانی و آقای جز اتفاقی این بود که ما برجام رو امضا کردیم که اصلا جنگ نشه. خب حالا بماند که چقدر این گزاره نادرسته، اما بالاخره اونها از این ابزار فشار برای امتیاز گرفتن از ما استفاده میکردن. خب الان چه شرایطی دارن؟ الان شرایطی که دارن اینه که بارها تاکید کردن، مقالات گسترده‌ای وجود داره در اندیشکده‌های مختلف، خود آقای رابرت مالی نماینده آمریکا در رابطه با موضوع ایران در جلسه سنا بارها عنوان کرد که ما الان نه با قوه نظامی، با حمله نظامی نمیتونیم جلوگیری کنیم از برنامه هسته‌ای ایران. چرا؟ چون قدرت بازدارندگی ایران این اجازه رو بهشون نمیده. شرایط بین‌المللی، بلبشوی بین‌المللی، بحران اوکراین، مهار چین این اجازه رو بهشون نمیده. توانایی هسته ای ایرانی این اجازه رو بهشون نمیده. همچنین بارها اذعان کردن که فشار حد اکثری علیه ایران شکست خورده. یعنی اونا میدونن که نهایتاً به فشاری که دارن میارن بهترین راه برای کنترل مد نظر اونا، کنترل ایران، توافق با ماست. چرا؟ چون ایران در زیر کمپین فشار حد اکثری ترامپ هم برنامه هسته‌ایش رو گسترش داد، هم برنامه موشکیش رو گسترش داد، هم عمق استراتژیکش در منطقه افزایش پیدا کرد، قوی تر شد و هم یکی از قدرت‌های مهم پهپادی خودساخته داخلی و بومی در منطقه شده. خب یعنی بر اساس اون خواسته‌ای که اونا از ما دارن ایران فشار حد اکثری و افزایش تحریم و تهدیدات نظامی باعث تغییر رفتار ایران نشده. الان هم میدونن اگه بخوان همین برجام رو، بارها عنوان شده، مقالات مختلفی هست که ایران، من یه زمانی 6 ماه پیش اینو گفتم، کلی بهم خندیدن و بهم فحش دادن که آمریکا راهی جز بر احیای برجام ندارد. الان کیسینجر دیروز گفت، کیسینجر دیروز برگشت گفتش که توافق برجام اصلا قابل اعتماد نیست، حتی برای آمریکا خطرناک است، اما فعلا هیچ جایگزین آلترناتیوی هم نداریم برای غیر هسته‌ای کردن ایران. خب پس اگه اونا بخوان مکانیزم معاشه رو احیا کنن و فعال کنن اسنپ بک، یعنی چی؟ یعنی فشار حداکثری بیش از پیش به ایران میارن. این باعث میشه ایران واکنش نشون بده. واکنش ایران یعنی چی؟ یعنی افزایش قدرت ایران، افزایش غنی‌سازی ایران، محدود کردن دسترسی آژانس. خب این یعنی چی؟ یعنی ایران رو به سمت آن چیزی که اونا میخواهند اتفاق نیفته، تازه اونا هول میدن.
و این وضعیت الان در بحران‌های بین‌المللی، در بحران اوکراین، در زمانی که چین رو میخوان مهار کنن، در زمانی که بحران انرژی در دنیا وجود داره، در زمانی که بحران مهاجرت وجود داره و و و همه چیزایی که ما از چشممون وا کنیم دنیا رو میتونیم ببینیم، مطلوب اونا نیست. پس اونا از ابزارهای تهدید و فشار برای تحمیل خواستشون به ما استفاده میکنن. خب حالا این ابزار فشار رسانه‌ایه، این ابزار فشار روانیه، تحریم، تهدید نظامیه، نمیدونم پلیس خوب پلیس بد با اسرائیل این بازی رو بکنن، نفتکش توقیف کنن، عملیات نمیدونم خرابکاری و ترور در داخل بکنن. اینا همش فشارهاییه که ایران رو وادار کنن که چیکار بشه، که ما برجامی که اونا میخواهند، برجامی که ضمانت اجرا ندارد، برجامی که تحریم‌های گسترده توش لغو نشده، برجامی که ضعیف‌تر از 2015 است رو ما قبول کنیم. این طرف مقابل کیه؟ این طرف مقابل یه ایرانیه که یه بار همونطور که عرض کردم شکست این پروسه رو تجربه کرده، به علاوه این که میدونه اونا مثل گذشته نمیتونن بهش حمله کنن، میدونه اثرگذاری تحریم‌ها دیگه مثل قبل نیست. الان رژیم تحریم‌های بین‌المللی از زمان جنگ اوکراین داره دگرگون میشه. الان بسیاری از کشورهای دنیا همونطور که عرض کردم از تحریم‌های روسیه همراهی نمی‌کنن. الان ما زیر فشار حداکثری، کمپین حداکثری هنوز هستیم. چقدر تو همین یه ماه اخیر از رئیس جمهورهای کشورهای همسایه وزارت خارجه ها یا اومدن تهران یا از ما دعوت کردن، خواستار تنش زدایی یا افزایش تجارت و همکاری اقتصادی با ما شدن. اینا خب الان یه فضاییه که ایران میگه من تو این وضعیت بین المللی جدید چرا باید بر اساس یه منطق نظم 10 سال پیش که شاید اون موقع فقط تنها گزینم همین بود، اما الان تنها گزینم این نیست، چرا الان باید بیام به قول معروف بدیم بره دوباره، در صورتی که میدونیم الان جنس کالای هسته من، زمانی که اوکراین میگه من پشیمونم، زمانی که ژاپن میگه من، رئیس نخست وزیر قبلی ژاپن میگه من باید هسته‌ای بشم، زمانی که امارات و عربستان و ترکیه میگن ما هم میخواهیم، الان این قیمت کالای من گرونتره. چرا من دوباره باید مفت مثل 8 سال پیش بیام بدم برم؟ به علاوه این که من الان دارم ترکیه رو میبینم، ترکیه یک کشور تحریمیه، آیا برای رفع تحریم‌های خودش رفت با آمریکا مذاکره کرد یا نه گروکشی کرد؟ الان همین تحریم تسلیحاتیشو چجوری پس گرفت از آمریکا؟ جلو ناتو وایساد. الان روسیه در قبال نزدیک 4000 تا تحریم، بیشترین تحریم‌های دنیا اومد روسیه دیگه. الان مذاکره کرده با آمریکا، میگه من مذاکره می‌کنم، برمیگردم عقب نشینی می‌کنم یا مقابله میکنه با تحریم های آمریکا. خودش رو آماده کرده بود، اقتصاد داخلیش و سیاست های داخلیش رو آماده سازی کرده بود و الان در مواجهه با تحریم ها مقابله به مثل میکنه، گروکشی میکنه، میگه من جلو غلات رو میگیرم، جلو انرژی رو میگیرم، فلان میکنم. چرا؟ چون این کشورها میدونن نهایتا هدف تحریم مذاکره برای دوستی و صلح و سازش نیست. هدف تحریم آمریکا وقتی روی کشور میاد اینه که اون کشور رو ضعیف کنه و راضی کنه که خواسته های خودش رو بپذیره. خواسته های آمریکا الان برای ما چیه؟ ما موشک نداشته باشیم، تو منطقه نباشیم، پهپاد نباشیم، هسته‌ای هم نداشته باشیم. چه زمانی؟ زمانی که ترکیه تمام این شرایط رو تو منطقه داره، عربستان تمام این شرایط رو تو منطقه داره، اسرائیل تمام این شرایط رو تو منطقه داره، امارات و بحرین و مصر هم دارن، پاکستان هم داره، جمهوری آذربایجان هم داره، ما نداشته باشیم. مگه میشه؟ مگه اصلا هم چیزی شدنیست؟ خب این قضیه پس این گونه میشود که نوع نگاه ایران به مذاکرات الان کنونی متفاوت میشه و خواسته هایی که الان ایران داره منطقیه بر اساس نظام بین الملل، حتی به باور من کمه. یعنی ما حتی من تمام اینایی که دارم میگم نمیگم که برجام احیا نشود یا مذاکره نکنیم، من میگم شرایط نظام بین الملل الان به ما این فرصت رو داره که ما از آمریکا امتیاز بیشتری بگیریم. ما تازه الان خیلی عقب نشینی کردیم، ما هنوز داریم اعمال حسن نیت میکنیم،
ما تا همین یه ماه پیش تمام دسترسیایی که در برجام تعهد داده بودیم به آژانس رو ما بود، زمانی که یک دونه تعهدات طرف مقابل در برجام رعایت نمی‌شد. این اعمال حسن نیت کامل ماست. ما اول می‌خواستیم آمریکا عذرخواهی رسمی کنه. خود آقای ظریف میگفت آمریکا یک تریلیون دلار به ما، اشتباه میگم آقای عزیزی لغمشو، 1,000 میلیارد دلار به ما خسارت زده، ما باید غرامت بگیریم. الان این خواسته ماست. ما خیلی عقب نشینی کردیم، ما خیلی اعمال حسن نیت کردیم، ولی برای حداقل امتیاز، حداقل رفع تنبیهی که آقا تو این وضع بین المللی، من دوباره تو اون بازی لوپ باطل تو، دوباره تو اون چاله آمریکا نیفتم، دوباره نشه که من یه هسته‌ای نداشته باشم، دوباره تحریم ها. الان تو این وضعیت بین المللی این اشتباه، این تکرار اشتباه مسخره است، خنده داره. بله. هستم در خدمت شما. سلامت باشید. ممنون از توضیحاتتون. حالا آقای عزیزی، الان با توجه به نکاتی هم که آقای بازرگان گفتن و با توجه اصلا به شرایط جهانی، به نظر میادش که گذشته با هرچی زمان میگذره، هم نیازمندی آمریکا به برجام، به احیای برجام بیشتر میشه و هم ما امتیاز بیشتری هم میتونیم بگیریم از این حداقلی به اسم برجام، چون از خود برجام نمیشه یک توقع حد اکثری داشت. این موضوع رو نکته بوده شما دو روز گذشته هم با آقای مرندی مشاور تیم هسته‌ای گفتگو داشتیم، در اونجا آقای مرندی به این اشاره کردن که آقا به هر حال طرف غربی امتیاز داره، تا اینجا بیشتر هم امتیاز میده. شما پیشبینیتون به چه شکلی هستش؟ فکر میکنید که در آینده امکان امتیازگیری ایران بیشتر هستش یا نه هرچی بگذره سطح تنش ها میانه طرفین زیاد میشه، یا حتی نه اصلا فرض کنید سطح تنش هم زیاد نمیشه، شرایط در همین شکلی مونه، یعنی مذاکرات فرسایشی میشه، درسای مذاکرات فرسایشی، حالا اون آنگونه که برخی از تحلیلگران داخلی به ویژه تحلیلگران نزدیک به دولت قبل معتقد هستن، مذاکرات و دولت رئیس داره فرسایشی میکنه که در ذیل اون هم افکار عمومی رو مدیریت بکنه، هم نفت رو بفروشه و هم اون نگاه غلطی که میگن آقا بعد امنیتی رو مدیریت بکنه و جنگ رو از ایران دور بکنه رو داشته باشه. شما از این سه تا سناریو فکر می‌کنید کدوم اتفاق رخ داره رخ میده تو این تداوم گفتگوها؟ بله، ببینید حالا همونطور که آقای دکتر مرندی هم میگید به شما گفتن، خود آقای علی واعظ هم که در واقع حالا کارشناس ارشد هستن در اون اندیشکده در واقع حل بحران‌های بین‌المللی، ایشون هم به این مسئله اذعان کردن، چندین بار هم اذعان کردن که در واقع تیم جدید هسته‌ای دولت آقای رئیسی امتیازات بیشتری گرفته. حالا این سوال اینه هست که امتیازات بیشتری گرفته یا توقعات بیجای آمریکا را از متن قرارداد بیرون کرده. مثلا ما می‌دونیم که در واقع دور ششم، دور آخر مذاکراتی که بود در دولت قبل، همین بحث مسائل منطقه‌ای وارد شده بود به صورت باز، یعنی به صورت یک پاراگراف انتهای باز، و آمریکایی‌ها خب زرنگن، یعنی در این تجربه 20 ساله‌ای که ما از توافقات با توریکای اروپا در دو سال پایانی دولت آقای خاتمی داشتیم تا الان، آمریکایی‌ها مرتب با این قوانین و متن‌های حقوق بین‌الملل بازی می‌کنن. حالا این رو البته باید حقوق بین‌المللی‌ها بیان صحبت کنن، ولی قاعدتاً خیلی راحت با کلمات بازی می‌کنن، با مفاهیم بازی می‌کنن و به شما اون انتفاعی که نیاز داشتید رو نمیدن، برداشت خودشون، تفسیر خودشون هم متن رو ارائه. خب این به نظر میسه مثلا بحث مسائل منطقه‌ای تو حد زیادی کنار رفته، ولی آمریکایی‌ها تحریم حالا مثلا سپاه یا اشخاص دیگر ارگان‌ها رو آوردن داخل. ببینید نکته‌ای که وجود داره، من یه گریز بزنم به سوال قبلی و بعد بیام روی گزینه‌هایی که گفتید. ببینید در مورد مکانیزم ماشه، اروپایی‌ها صریحاً در واقع این رو با آمریکایی‌ها گفتن، جلسه همونطور که آقای دکترم گفتن، جلسه آقای راب مالی با کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، ایشون صریحاً این رو گفت که در واقع اروپایی‌ها به خاطر بحران اوکراین، بحران روسیه، بحران اوکراین در شرق اروپا و شرایط شکننده‌ای که در اروپا وجود داره، به آمریکایی‌ها گفتن ما تحمل یک بحران دیگه در شرق اروپا، در خاورمیانه رو نداریم و بنابراین باید مسئله ایران از راه‌های دیپلماتیک حل بشه. خب این نکته مهمه. این بحثی که تو شورای حکام رفت، باید در نظر بگیریم که خب آمریکا و چین صریحاً مخالفت کردن از شورای حکام، باید حالا مثلا 6 ماه دیگه دوباره مثلا بررسی بشه، مثلا پرونده رو بفرستن شورای امنیت،
چون شورای حکام و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خودش قابلیت اجرا یا تحریم یا فشار نداره، این باید بره با یک مکانیزم شورای امنیت بیادش. خب چین و روسیه عملا گفتن که اون رو از اون مسیر در واقع تایید نخواهند کرد، وتو خواهند کرد، و این وظیفه در واقع دیپلمات‌های ما و سیاسیون ما هست که نذارن اون اتحادی که در 10 سال 15 سال پیش شکل گرفت در بین این ابرقدرت‌ها این بار شکل بگیره. باید بالاخره با مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل همکاری‌های نظامی این کارا رو انجام بدیم که همکاری‌های گسترده، یا ما دکتر گفتن همکاری گسترده‌ای هم شکل گرفته در این مدت و باید بیشتر هم بشه. بنابراین کاری که اونها میتونن بکنن اینه که از مکانیزم ماشه بخوان استفاده کنن. این که از مکانیزم ماشه استفاده میکنن یا نمیکنن تابع شرایط مختلفیه. ما باید برای هر کدوم از اینها سناریو داشته باشیم. من یه نکته کوچیک بگم. من یادمه که آقای شریعت مداری کیهان ایشون از همون سال 81-82 مرتب میگن از MPT باید خارج شیم، سود نداره بیایم. این طرف طیف سیاسی ایران، مثلا آقای دکتر ظریف رو در نظر بگیم و تیم ایشون، وقتی که ترامپ از برجام خارج شد ایشون گفت اگر پرونده ما رو ببرید شورای امنیت، پرونده هسته‌ای رو، یکی از گزینه‌های ما این هست که از MPT خارج بشه. من حرفم اینه، میگم ایران باید در واقع یک گزینه، یک تهدید قابل انجام را، یعنی راستی آزمایی شده، یک تهدیدی که میتونه انجام بده داشته باشه روی میز. یعنی بگه اگر شما مکانیزم ماشه رو اجرا کردید، اگر دوباره قطعنامه‌ها رو برگردوندین بی دلیل، اگر این کارا رو کردید، من این برگ رو میکنم. حالا اون کارو که چی رو میکنه باید بحث جداگانه است، باید جداگانه درمدش بحث بشه. اما در مورد گزینه‌هایی که شما گفتید، ببینید یه بحث این هستش که در واقع احیای برجام شکل بگیره، و من همونطور که گفتم مطمئن باشیم احیای برجام شکل میگیره محدوده، چه از نظر تحریم ها، برداشته شدن تحریم ها، چه از نظر زمانش. یعنی به احتمال زیاد ماکسیموم دو سال و نیم دوباره این احیای برجام دوباره از بین میره از طرف آمریکایی ها، از طرف غربی ها. خب این یه بحثه، باید حواسمون باشه اگر یک گشایش مقطعی در این سناریو شکل میگیره، ما باید از اون منابعی که آزاد میشن یا یک فروش نفت اندکی که داریم چگونه استفاده کنیم. ببینید یه اشتباهی که در دولت آقای روحانی و اون تفکری که به اون اشتباه انجامید بود این بود که اگر برجام احیا بشه سرمایه گذاران اروپایی میان چند میلیارد سرمایه گذاری کنن، دیگه نه دیگه اونا هیچی، دیگه اگه کسی هم بهشون زور بگه نمیرن بیرون. امروز ما فهمیدیم توی روسیه چند ده میلیارد برابر ما سرمایه گذاری غربی بود، ولی وقتی مسئله امنیتی پیش میاد، وقتی آمریکا تحریم میذاره، وقتی فشار میذاره، اروپایی هم گردنشون رو کج میکنن. اروپایی ها هنوز یک بازیگر مستقلی در حوزه یک رفتار ایجابی مستقل در سطح بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم نیست. حالا دکتر بازرگان تو قسمت بعدی اگه من اشتباه میگم حتما این مسئله تصحیح کنم، ممکنه این تغییر بکنه، ولی فعلا حالا این قابلیت رو ندارم. بنابراین نکته اینه، ما نفت، ما ببینید این بعضی وقتا تو ایران اشتباه میشه، نفت یک کالای استراتژیک و بین نسلیه. ما اگر نفتمون رو میدیم باید به جای اون کالای استراتژیک و کالایی بگیریم که در واقع کشور ما رو مقاوم پذیرتر کنه نسبت به تهدیدهای بعدی، نسبت به شوک‌های تحریمی بعدی. اشتباهی که تو دولت قبلی شد این بود که حالا اگه یک نفتی هم، پولی هم بلوکه شده، هم آزاد شده، اومده مثلا چند ده میلیارد دلار، این صرف ریخت و پاش ها، صرف بدهی های دولت، صرف این جور چیزها شده. این صرف چیزی نشده که اگر تحریم دوباره شدیم به یک بار اقتصاد کلاپس نکنه. این خیلی نکته مهمیه. چه چیزهایی میتونیم سرمایه گذاری کنیم؟ حالا اگه وقت بود من دور بعدی نمیدونم وقت باشه چند دقیقه میتونم در موردش صحبت کنم. اما ببینید اگر ما فکر این راه حل ها نباشیم، ما تو دو سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد که سه تا تحریم رو ما بود، تحریم اتحادیه اروپا بود، تحریم آمریکا بود، تحریم سازمان ملل بود، ما بالای 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و در واقع بحران اقتصادیمون نشد مثل زمانی که ترامپ خارج شد، فقط تحریم آمریکا بود، صادرات ما یک دفعه 1/10 شد 250,000 بشکه. خب این نشون میده که سیستم آماده نبوده، سیستم فکر نمی‌کرده، و این سیستم فکر نمی‌کرده که ترامپ خارج بشه. فقط هم آقای ضعیف آقای روحانی نیستن، خود آقای شریعت مداری هم سرمقاله داره که نه آقای ترامپ از برجام خارج نمیشه. یعنی مشکل تصمیم گیری ما و مشکلی که متاسفانه خب بالاخره نخبگان و روزنامه ها و اصحاب رسانه و دانشگاهی ها همه باید بین مردم و مسئولین این رو جا بندازن، اونم این هست که اگر تفاهمی بشه، اگر توافق بشه، محدوده و ما باید بهترین استفاده رو از این بکنیم. یه بحث دیگه اینه، همونطور که گفتید، یعنی به خاطر این شرایطی که من گفتم سیاست داخلی آمریکا معلوم نیست چه اتفاقی براش بیفته. آمریکا سیاست داخلی خودش رو ارجح میدونه به روابط بین‌الملل،
هیچ تعهد بین المللی قبول نمی‌کنه، فقط هم بحث ایران نیست، مباحث مختلفیه. اون بازی سیاست داخلی آمریکا بازی پیچیده‌ای هست. چون ما اینها رو نمی‌دونیم، فعلا کجدار و مریض جلو می‌ریم تا ببینیم مثلا انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا چی میشه، تا 2025 جلو بریم. نمیگم لزوما این اتفاق میفته، ولی اگر اونها تعهد لازم رو ندن، دلیل ما برای اینکه برگردیم به برجام نمیبینیم، دلیل برای اینکه ما کالامونو بدیم نمیبینیم. آنتن شما فکر کنم اینترنت شما یه ذره قطع میشه، من امیدوارم صحبتم برای دوستان باشه. ببینید نکته این هستش، صحبت شما رو داشتید کامل، نکته این هستش. ببینید بعضی وقتا دوستان اشتباه میکنن، ما برای بازیابی توانمندی هسته ایمون باید چند سال زحمت بکشیم، اما طرف غربی برای ایجاد اجرای تحریم هاش به چند ماه چند هفته وقت نیاز داره، حتی کمتر. و این نکته بسیار مهمی آقای دکتر، نکته بسیار مهمی گفتم. ببینید ما یک سال بعد از خروج ترامپ دست رو دست گذاشتیم، هیچ کاری نکردیم به امید اینکه اروپا برامون کاری کنه، هیچ اهرم فشاری ایجاد نکردیم. همونطور که آقای دکتر گفتن، تو همین مصوبه اخیر مجلس ما تمام نظارت ها رو داده بودیم، هنوزم این نظارت ها رو میدادیم، حالا کم 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 کردیم، دوربین ها رو مثلا کم کردیم اینها. بنابراین خیلی مهمه ببینید، باید سناریوهای مختلف رو داشته باشیم. اگر احیای برجام مسئولین کشور به این نتیجه میرسن در شرایطی حالا مختلف اقتصادی داخلی یا شرایط چیز، باید به احیای برجام برگردیم، اما با یک نگاه درست. قرار نیست احیای برجام شد به یک بار مثلا اتفاق خاصی بیفته، نه، ما باید اون شرایطمون رو حواسمون باشه، کانال های دور زدن تحریم حواسمون باشه. و از این من نکته آخرم، از این گذار در نظم بین الملل که آقای دکتر میگن، باید به نحو احسن استفاده کنیم. دولت قبل چینی ها شرقی ها رو پس میزد تا اروپایی ها رو ابتدا بیاره. ما در شرط الان جهانی باید همه رو درگیر کنیم و حتما شرقی ها، چه چین، چه روسیه، چه هند، چه کشورهای مختلفی که مستقلانه بیشتر تصمیم میگن مثل گروه بریکس، اینها رو باید درگیر بکنیم تا انشالله بتونیم در واقع با تحریم یک جانبه غرب اون انتفاع اقتصادی خودمون رو تا حدی داشته باشیم. بله، ممنون از توضیحاتتون. آقای بازرگان، من سوالی که داشتم حالا در راستای توضیحات آقای عزیزی اینه که الان سناریوهای پیش روی ایران چی میتونه باشه در هر دو تا حالتش؟ حالا یک بخشی فرض کن همین احیای برجامی که اگر رخ بده و نهایتاً دو سال و نیم ما بتونیم انتفاع داشته باشیم، همین که احیای برجام صورت نگیره، یعنی همین الان آیا این تعاملات منطقه‌ای که بیشتر شده در دولت 13 ما هم یه گزارش کار کردیم که تجارت ما به کشورهای همسایه میگم نزدیک 96% بیشتر شده در مدت مشابه سال گذشته، آیا اینا میتونه جز اون سناریو باشه؟ اصلا این موارد با توجه به شرایط جهانی پایدار هست یا نه؟ اصلا ممکنه اتفاقات به این سمت بره که مشابه سال 2015 که یک اجماعی بر علیه ایران دولت اومده تونست تشکیل بده و در اونجا تو چین و روسیه هم حتی با خودش همراه بکنه برای ایجاد فشار به ایران و انجام توافق، ممکنه که این موارد هم در سالهای آینده، در ماهای آینده رخ بده یا نه؟ و استنباطتون به چه شکلی هستش؟ حالا ممکنه که یکی از این بود سناریوهای پیش روی ایران هم حتی مسائل اقتصادی تعاملات بین المللی نباشه، توسعه صنعت هستی و صنعت نظامی باشه. یعنی ما همین الان که غنی‌سازی اورانیوم از 60% گذشت، یکی از مواردش که باعث شدش خب طرف غربی عقب نشینی بکنه، گرچه خود همین طرف غربی هم تمام تلاش خودش رو کرد که این فرآیند رو متوقف کنه. مثلا تستای کلج بگم تیر ماه سال گذشته بودش که حمله پهپادی صورت گرفت، خرابکاری های دیگه ای که انجام شد. ولی خب به هر حال اینم یکی از موارد مهم بودش که تونست اون ابزار فشار رو بر طرفای غربی وارد بکنه و دست تیم مذاکره کننده ما رو پر بکنه. ببینید خود از به لحاظ سناریوها که داریم میگیم، خود احیای برجام سه تا سناریو ممکنه داشته باشه، یعنی فقط نمیتونیم بگیم برجام احیا میشود یا نمیشود. خب چه برجامی احیا میشود؟ الان سر این دعواست جمهوری اسلامی که میخواهد برجام احیا شود، داره میره مذاکره میکنه دیگه. ببخشید دیوانه که نیست که وقتی نمیخواد در یک طرف کنه، داره وقت میذاره، انرژی میذاره، مذاکره میکنه، همزمان دسترسی آژانس رو داده، همه اینا هست دیگه. دعوا سر این نیست که برجام احیا شود یا احیا نشود، دعوا سر اینه که چه برجامی احیا شود. خب
خب دعوا اینه که جمهوری اسلامی ایران میگه من با توجه به شکست برجام، با توجه به تجربه‌ای که از شما داشتم، با توجه به اینکه دیدم شما همون چیزایی هم که خودت میگی رو به من نمیدی، همون رفع تنبیهایی هم که در 2015 تعهد دادی رو به من ندادی، الان اونو بیشتر کردی، الان بعد از خروج تحریم های به شدت گسترده 3 برابر اضافه کردی و اینا رو به طور شبکه‌ای با بهانه های دیگه آوردی، مثلا یه نهاد رو به بهانه های مختلف چندین بار تحریم کردی و الان میگیم تو برگرد به همون قرارداد 2015، در صورتی که مثلا بسیاری از تحریم های من به بهانه های دیگه میمونه و الان حاضر نیستی اونا رو برداری. یعنی اون برجامی که آمریکا الان میگه با برجامی که ما میگیم فرق میکنه، یعنی اینو دوستان باید توجه داشته باشن. آمریکا میخواهد به برجام برگردد، چرا؟ چون آسان ترین کم هزینه ترین راه برای آمریکا در وضعیت کنونی بین المللی که مطمئن شود ایران غیر هسته‌ای میشود. اما آمریکا همونطوری که عرض کردم میخواهد زمینه برای برجام های 2 و 3 رو هم داشته باشه، یعنی هنوز رنگه، هنوز که هنوز حاضر نیست که ضمانت اجرا بده، هنوز که هنوز حاضر نیست تحریم های جدیدش رو از روما کمتر کنه. الان مسئله پی ام دی رو مگه باز نکرده؟ پی ام دی مگه تو برجام بسته نشده بود؟ پس ببینید اونا میخوان که یه چوبلای چرخ داشته باشن برای ما. جمهوری اسلامی الان میگه این برجامی که تو میخوای احیا کنی این به مراتب ضعیفتر از برجام 2015ه، چرا من الان دوباره باید به این برگردم؟ خب پس یه سناریو اینه که برجامی احیا شود که آمریکایی‌ها میخوان. اگه اونا بخوایم همین صبح میشه، همین فردا صبح اون برجام میشه احیا بشه. این فشاری که همه میارن چرا انجام نمیدید، و اون برجامی که آمریکا میخواد، بله همین فردا صبح ما میتونیم برجام رو احیا کنیم، که این به شدت با توجه به توضیحاتی که عرض کردم خدمت شما به ضرر میشه. یه برجامی ما میخوایم، اون برجام برجامیه که مطمئن شیم از ایالات متحده به طور نسبی که یه امتیازات، امتیاز نه، ما هیچ امتیازی از آمریکا نمیگیریم، رفع تنبیهایی از آمریکا بگیریم با توجه به مسئله گذار در نظم بین المللی. دیگه نگاهمون به برجام، برجام آقای روحانی نیست که آی دیگه گل و گل و سنبول میشه. نگاهمون الان به برجام اینه که یه فشار حد اکثری یه ذره کمتر شه، ما جای نفس کشیدن بیشتر داشته باشیم و با اطمینان بهتری بریم سراغ نظم جدید بین المللی با قدرت‌های شرق، با هند، با چین، با روسیه، با ترکیه، با پاکستان، با کشورهای همسایه کار کنیم، یه مقدار راحت‌تر بتونیم کار کنیم. خب آمریکا الان همینم هم نمیخواد دیگه، چون میدونه این فضای بین المللی باعث میشه ما به چین بیشتر نزدیک شیم، به روسیه بیشتر نزدیک شیم، روسیه الان به ما خیلی نزدیک شده. یه سناریوی هم این وسطه که دو تا شرط ما قائل شه قبول بکنن، دو تا شرط هم از آمریکا، مثلا یه حد میانه این وسط بگیریم. اینم یه سناریوست که مثلا پی ام دی مثلا لغو شه ولی مثلا تحریم های سپاه بماند، یا مثلا یه چیزی این وسط یه حد فاصلی قرار بگیره، یا یه تضمینی که آقا شما حداقل تا انتهای دولت بایدن از مثلا برجام خارج نمیشی، یه چیزی این وسط یه حد میانی باشه که با توجه به اون فرصت‌های جایگزینی جمهوری اسلامی ایران بیاد از اینم استفاده کنه. پس 3 تا سناریو از احیای برجام داریم، فقط یه سناریو نیست. خب سناریو بعدی چیه؟ سناریو بعدی اینه که این توافق صورت نگیره اصلا، که نمیتونیم بگیم احتمالش ضعیفه، نمیتونیم بگیم احتمالش هم زیاده. چرا؟ چون الان هم جمهوری اسلامی ایران 100% مایل نیست به هر قیمتی شده به برجام برگرده، هم شرایط داخلی آمریکا، انتخابات پیش روی کنگره آمریکا این فضا رو به بایدن نمیده که یه برجامی که مطلوب ایرانه رو امضا کنه و بره تو کنگره بتونه ازش دفاع کنه، نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون قول داده بود یه برجام طولانی تر و قوی تر از ایران میگیرن، و الان اگه بخواد یه برجامی که مد نظر ایرانه رو احیا کنه که منطقه‌ای جزوش نیست، نمیدونم موشکی جزوش نیست، بندهای غروب طولانی تر نداره، الان تو کنگره به شدت به ضررش خواهد بود و الان تو آبان ماه بایدن مایل نیست این کارو بکنه. نکته بعدی اینه که آمریکا به برجامی میخواهد برگردد، خب که مطمئن شود ایران هسته‌ای نمیشود و ما در طرف مقابل در اعمال حسن نیت خودمون جلوتر داریم میگیم ما هسته‌ای نمیخوایم بشیم، نظارت های آژانس هم رو ماست،
سوال اینه که الان ایالات متحده آمریکا چه با اینکه جایگزینی جز برجام نداره، اما چه اضطراری به احیای برجام داره؟ در ادامه و در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر عزیزی، نکته اینه که اونها از تمام پلن بی های خودشون برای فشار به ما استفاده کردن در طول مدت سالهاست. یه دهه است به ما میگفتن یا توافق یا جنگ، یا توافق یا مکانیزم ماشه، یا توافق یا مثلا نمیدونم ال بلجینده. خب درسته، ما چی کار کردیم؟ اعمال حسن نیت، اعمال حسن نیت، اعمال حسن نیت. خب یه نکته در رابطه با خروج از MPT، ببینید خروج از MPT در حال حاضر من باور دارم اصلا به نفع ایران نیست. بالاخره هر کاری شما باید بر اساس منطق هزینه فایده بکنید دیگه. الان در حال حاضر خروج از MPT به نفع ما نیست، اما یک آپشن، یک پلن بیه برای ترساندن و اعمال منطق هزینه فایده به طرف مقابل. مگه طرف مقابل نمیگه یا توافق یا جنگ؟ مگه طرف مقابل نمیگه یا توافق یا توافق یا مکانیزم ماشه؟ ما چی میگیم؟ ما میتونیم به عنوان یه فشاری که به اونا منطق هزینه فایده اعمال کنیم بگیم یا توافق یا خروج از MPT. این تهدید الان برای ما امتیاز بیشتری میخرد تا زمانی که ما برجام را احیا کرده باشیم، تعهدات هسته‌ایمون رو انجام داده باشیم، نقطه بریکات و گریز هسته‌ایمون دوباره بشه یه سال دو سال، بعد اون موقع بگیم اگه از برجام خارج شیم از MPT خارج میشم. اون موقع از برجام خارج میشه میگه تو از MPT خارج شی، تو افزایش غنی سازی بدی خودش شده دو سال و انقدر وقت دارم به تو فشار بیارم. اون موقع به درد ما نمیخوره ها، ولی الان میتونیم از این فشار استفاده کنیم که الان اون امتیازی که میخوایم رو بگیریم. حتی قبل از اون من میگم نگیم خروج از MPT، که به قول شما اون حجمه جهانی نخواد سمت ما پیش بگیره، که اونو صحبت دارم دربارش اگه فرصت بشه، که پیش نمیگیره به نظر من. اما ما پروتکل الحاقی داریم جلوتر از MPT. ما نظارت‌های فرا MPT به آمریکا و آژانس دادیم. ما بیشترین سیستم نظارت‌های دنیا روی ایرانه، یک چهارم نظارت‌های آژانس روی ایرانه، و همین نظارت‌ها رو خودمون رکورد زدیم. سال گذشته بلومبرگ گزارش داد که بیش از یک بار آژانس در روز به سایت‌های هسته ایران سرزده نظارت کرده. ما قبل از MPT میتونیم بگیم آقا دسترسی شما زمانی که یک دونه از تعهداتت در برجام انجام ندادی، من دلیل نداره تعهدات برجامی خودم در آژانس رو انجام بدم. آژانس شما فقط در حد MPT میتونی رو من نظارت داشته باشی، مثل یه دولت عادی، مثل تمام دولتهایی که در دنیا دارن کار میکنن. یه اقدام قانونی، قانون مجلس هم داریم، همین قانون مجلس خودمون رو اگه الان انجام بدیم، رویکرد آمریکا یک کاملا متفاوت میشه رو ما. اون ترس از واکنش ما باعث میشه آمریکا با خودش محاسبه هزینه فایده بکنه. نکته دیگه، ما نمیدانیم که آیا دوباره تمام کشورهای دنیا علیه ما هجمه میکنن یا نمیکنن، اینو مطمئن نیستیم. اما یه تفاوتی مطمئنن با 10 سال پیش داره. اگه 10 سال پیش 100% اروپا، چین، روسیه و آمریکا علیه ایران هجمه میکردن، اون موقع یک نظم تک قطبی بود که همه منافع خودشون رو در راستای آمریکا میدیدن. الان نمیبینن. الان بحران اوکراین و بحران احتمالی تایوان ممکن است باعث شود که چین و روسیه در قبال آمریکا موضع مشترکی با ما نداشته باشن، همونطور که الان نداره. همونطور که جناب آقای عزیزی، دکتر عزیزی فرمودن، اروپا همین الان به خاطر بحران انرژی، به خاطر بحران مهاجرین، به خاطر بحران غذا، به خاطر جلوگیری از افزایش افراط‌گرایی و تروریسم، اروپا هم با آمریکا الان میگه نه آقا، همراهی نمی‌کنه. خب این برای ما فرصته. من حرفم اینه، فرصتیه که از این ابزارها استفاده کنیم، به آمریکا فشار بیاریم، برجامی که ما میخواهیم رو احیا کنیم. نه اینکه فشار بیاریم بگیم بزنیم زیر میز برجام، اصلا ما برجام رو نمیخواهیم و شما بریم ببینم چیکار میکنید. نه، از این فرصتهایی که به نفع ماست که 10 سال پیش نبود استفاده کنیم، که تهدید کنیم
بگیم آقا اگه این شروط منو نمیخوای انجام دهی، نمیخوای انجام بدی، من این آپشنا رو دارم. تو مثل 10 سال پیش نمیتونی دیگه به من فشار بیاری. 10 سال پیش قطعا میتونستی به من هجمه جهانی ایجاد کنی. الان ممکنه بتونی هجمه جهانی ایجاد کنی، ممکنه نتونی. همین الان عربستان سعودی میگه من خواستار تنش‌زدایی با ایرانم. امارات میگه که با اسرائیل توافق کرده، میگه من خواستار تنش‌زدایی با ایرانم. الان وضعیت نظام بین الملل مثل قبل نیست که. پس یکی از سناریوها و ابزارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران اینه که بله خب یه راهی هست که ما صبر میکنیم. چرا؟ چون مثل قبل اضطراری نداریم تا اونا شرایط ما رو قبول کنن. یه راهی هست، این صبر میتونه فعالانه باشه. این صبر فعالانه یعنی این که ما هم شروط آمریکا رو قبول نمیکنیم، هم در ازاش از پلن بی های خودمون رونمایی میکنیم، نه اینکه لزوما پلن بی رو اجرا کنیم. ببینید اون پلن بی داره میگه یا توافق انجام میدی یا من بهت حمله میکنم، از پلن بیش استفاده میکنه. برای چی؟ برای که پلن ایشو به ما بفروشه. خب ما هم میتوانیم از پلن بی خودمون استفاده کنیم که پلن ای خودمون رو احیا بکنیم. یه نکته هم در نظر داشته باشید دوستان، خیلی به من نقد میشه که این صحبتایی که شما میکنی وضعیت اقتصادی رو در نظر نمیگیری، فشار روی مردم رو در نظر نمیگیری. چرا؟ اینا همه بدیهی است، اما همه اینا ابزار کارت بازی اوناست برای امتیازگیری از ما. دوستان یادمون نره ما این حرفا رو سال 92 هم میزدیم. آی نمیدونم تورم شده اینقدر، آی دلار شده 3000 تومان. خب چی شد سال 97؟ چه اتفاقی افتاد سال 98؟ چه اتفاقی افتاد؟ و اون موقع ما بر مبنای نظام بین الملل کارت‌های بازی زیادی نداشتیم، الان داریم. و اگه بر راستای چیزی که آمریکا از ما میخواد، هدفی که آمریکا میخواد رو ما احیا کنه و شرایط نظام بین الملل نگاه کنید، ببینید که حالا این جمله حاشیه برانگیزه، به هم خوردن برجام الان خیلی بیشتر به ضرر آمریکاست تا به ضرر ایران. چون هدف نهایی آمریکا و اسرائیل و لابی اسرائیل اینه که ایران هسته‌ای نشود. به هم خوردن برجام ایران رو هل میده به اون سمت. ایران رو ناچار باعث میشه ایران واکنش نشون بده. و این به مراتب بیشتر به ضرر آمریکاست. به مراتب بیشتر به ضرر اسرائیله. در شرایطی که قدرت بازدارندگی ایران بیشتر شده، در شرایطی که بحران‌های بین‌المللی متفاوتی وجود داره، پس وقتی این بیشتر به ضرر اوناست، ما میتونیم با یک فشار، با ابزار کارت بازی بیشتر، امتیاز بیشتری بگیریم، نه اینکه تازه بیایم بگیم آقا بده بره. چی رو؟ کجا رو؟ هستم در خدمت شما. سلامت باشید آیه عزیزی. حالا چون شما دوره قبلی گفتید اگر فرصت بشه در این موارد انسانه رو صحبت بکنید، نظر شما هم در این رابطه میخواستم بدونم، پیشبینیتون از اتفاقی که رخ میده. بله من این دوره آخر دیگه انشاءالله صحبت میکنم خدمت شما، اگه جمع‌بندی فرصتی بود آقای دکتر خواستن یا نکاتی بود بفرمایان که بعد انشاءالله جمع میشه برنامه. ببینید من چند تا نکته بگم تا وارد اون حالا سوال اصلی شما بشم. یکی این که در تایید فرمایشات آقای دکتر بازرگان عزیز، آقای امین عبداللهیان در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه فکر کنم برای کرواسی بود داشتن، ایشون حرف جالبی می‌زدن و اینکه اصلا این دور اخیری که حالا قبل از عید در واقع بهش توقف شد، متوقف شد مذاکرات، اونم این بود که آمریکایی‌ها به خیلی توافقات رسیده بودن، اما میگفتن این کسان یک بندی رو اضافه کنیم، کسانی که افرادی که ما خارج میکنیم از لیست تحریم، آمریکا حق دارد تحت لیبل های دیگه تروریستی، حقوق بشر، حال تعریف خودشون، اینها رو دوباره وارد تحریم بکنه. صحبت آقای امیر عبداللهیان خیلی جالب بود. این پرسشی که ایشون داشت مطرح گفت ما با آمریکایی‌ها گفتیم میخواهی توافق کنید یا نه، یعنی شما مسخره که نمیخواید بکنید ما رو. یعنی بالاخره ایران یک انتظاری داره، کسانی که الان مرتب حالا متاسفانه در بازی‌های سیاسی هم افتادن، کسانی که حالا منتسب می‌کنید و گفتید به تیم قبلی که بدوید برید مثلا برجام رو فلان کنید، شما جلوشو گرفتید بذارید بشه. خب قرار برجام اتفاق بیفته که چی بشه؟ مذاکره که خودش امر مقدسی نیست، برجام که یک وحی منزل نیست، اینها وسیله‌ای هستن تا کشور بتونه در واقع اهداف خودش رو پیش ببره، انتفاعی ببره، منفعتی ببره.
اگر قراریست منفعتی حاصل بشه چرا باید وارد یک قرارداد حقوقی شد؟ نکته بعدی در تایید فرمایشات های دکتر، بله MPT آخرین کارتیه که ایران بازی خواهد کرد، یعنی هنوز خیلی مونده، ما هنوز خیلی نظارت های فراپادمانی داریم، پادمانی داریم، MPT داریم، یعنی اگر به جایی رسیدیم که طرف غربی واقعا میخواست وارد یک چلنج امنیتی جدی بشه، خب اون به عنوان آخرین کارت میشه ازش استفاده کرد. ولی همونطور که آقای دکتر گفتن، ما باید این گزینه ها رو داشته باشیم. متاسفانه حالا یک ترسی یا مسئولین دارن، یا یک ترسی مثلا جامعه دانشگاهی ما دوچار این شده، یا جامعه رسانه‌ای ما، تا کسی میاد یک حرفی بزنه که مثلا ایران میخواد یک سر گزینه های امنیتیشو قوی تر بکنه، یک دفعه میگن کره شمالی میخواد بشید، فلان میخواد بشه، همه رو میترسونن، همه رو ساکت میکنن، در حالی که بالاخره اینها اهرم ها و کارت هایی است که باید ازش استفاده کرد. یه نکته دیگه ای که بگم، بازم تایید مطالب هست و به کمک میکنه به مطلبی که میخوایم در نهایت برسم، اونم این است که هر چقدر زمان میگذره، این رو خود مثلا آقای علی وایس، خود آمریکایی ها هم گفتن، هر چقدر زمان میگذره و احیای برجام به تاخیر میفته، کشوری که بیش از همه داره ضرر میکنه، ضرر استراتژیک میکنه، اروپایی ها و آمریکایی ها. یعنی همین بحث نظم جهانی و گذار در نظم جهانی که آقای دکتر بسیار خوب توضیح دادن و داریم میبینیم، جنگ اوکراین مشخصه، اختلافات آمریکا و چین که داره گسترش پیدا میکنه مشخصه، بحث منطقه‌ای هست، بالاخره ایران قدرتشو در این 15 سال، ایرانی که می‌خواستن حذفش کنن از منطقه، قدرت خودشو تثبیت کرده در منطقه، با آمریکایی‌ها نیروهایشون رو، حداقل نیروهای نظامیشون رو کمتر کردن در منطقه، به این معنی نیست که رفتن، ولی کمتر کردن. لذا شرایط با اون زمانی که آمریکایی‌ها دور و بر ما بودن، ما رو محاصره کردن، کاملا متفاوت هستش. بحث بعدی هم مسائل داخلی آمریکاست، یعنی مسائل داخلی آمریکا به نفع آقای بایدن پیش نمیره. لذا چون ما همیشه رسانه‌های داخلیمون و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، اون زوم قضیه‌شون تمرکز رو ایرانه و بدبختی‌های ایران و مشکلات مثلا اقتصادی ایران هست، بنابراین هیچ وقت در مورد کشورهای دیگه نمیگن، انگار کشورهای دیگه پاشون انداختن رو پاشون، مثلا یه سیگار برگم انداختن زیر دهنشون، مثلا دارن چیز میکنن، فقط نظاره‌گر ما هستن که ما داریم تحلیل میشیم. نه، اگر ما کارتامون رو درست بازی کنیم و همونطور که آقای دکتر گفتن، در واقع یک حرکت مثبتی داشته باشیم، بتونیم اهرم های فشار ایجاد کنیم، خب اونها هم در واقع چیز میشن. نکته ای که گفتن آقای دکتر درسته، ببینید مشکلات اقتصادی رو همه ماها میدونیم، ولی واقعا مشکلات اقتصادی جامعه ما بیشتر از همه به اون حکمرانی خوب، به اون سیاست گذاری خوب، به اون مدیریت خوب رفته. من جدیدن شنیدم مثلا بحث مسکن و اجاره و اینها هم ربط میدن به برجام، ببینید اصلا ربطی نداره. دوستانی که روند اینها رو بررسی بکنن، بحث مسکن در کشور از قبل از انقلاب بوده، قوانینی نیاز داره، نظارتهایی نیاز داره، تولید نیاز داره. شما همین بخش مسکن رو بعد از برجام ببینید، توسعه بخش مسکن در حالی که 13% حالا ادعا میکنن 11% رشد کشور بوده در سال برجام، در بخش مسکن صفر بوده یا منفی بوده. پس ببینید اینها لزوماً به همدیگه ربط پیدا نمیکنه. ما 80% 90% مسائلی که داخلی هست رو ول کردیم، فقط به یک مثلا 5% 10% که بعد ما هم قبول داریم که مسائل خارجی تاثیر میذاره به اون اشاره کردیم. اما در مورد بحثی که گفتید، ببینید اروپا الان درگیر مستقیم مشکل انرژی هست، یعنی اروپایی ها به خاطر بحران اوکراین و روسیه، حالا آمریکا هم مشکل داره، ما اینجا که هستیم قیمت بنزین گرون شده، قیمت سوخت ها همه گرون شدن، ولی آمریکا چون استقلال انرژی داره، در واقع تأثیرش تأثیر قیمت بازارهای جهانی هستش، تأثیر مستقیم نیست. اما اروپا اینطور نیست، اروپا مستقیما تحت تأثیر قرار گرفته. یعنی شما وقتی خط لوله گاز بسته شده به اروپا، اروپا الان به دنبال واردات گاز از راه الانجی از قطر و آمریکا اینها هست، و این الانجی قیمت بالاتری داره، مخصوصا الانجی که بخواد از آمریکا وارد بشه، اینها قیمت بسیار بیشتری داره، و البته اون ظرفیت رو هم هنوز ایجاد نکردن که بتونن به صورت گاز مایع در واقع دریافت کنن، پایانه های خاص خودش رو میخواد و اینها. ببینید پیشنهادهایی و صحبتهایی که من بود این بودش، ببینید خیلی الان این انتقاد رو میکنن، میگن مثلا اروپا رفته با قطر، شرکت های اروپایی مثلا قرارداد 10 ساله 15 ساله بسته. ما الان در شرایطی هستیم باید قراردادهای بلند مدت با اروپا ببندیم در حوزه انرژی، در حوزه سرمایه گذاری توی صنایع بالادستی نفت و گاز ایران. و بله، تضمین این چیه؟ به نظر من باید یک تضمین خوب، مثلا 15 ساله 20 ساله قراردادهای بلند مدت با رقم‌های بالای 200-300 میلیارد دلاری. الان باید کنار دست آقای دکتر باقری و تیم مذاکره کننده ایشون مذاکرات همین الان شکل بگیره، نه بعد بزنن بعد از احیای برجام، همین الان باید مذاکرات اقتصادی شکل بگیره.
تضمینش چیه؟ اروپایی‌ها همین الان باید مثلا فرض کنه یک دهم یک پنجم مثلا اون سرمایه گذاری رو بیارن در ایران به صورت نقد بذارن. اگر تعهداتشون رو نقض کردن اون پول برای ایران بشه، چون ضمانت از اینها نمیشه گرفت. اون کسانی که خیلی حقوق بین المللی هستن و داریم و در تیم آقای ظریف هم بودن میگن حالا میریم در دادگاه‌های بین المللی مثلا پولمون رو میگیریم. بله مثلا شما در یک قرن آینده شاید مثلا تونستید یک چیزی بگیرید، اونم نمیتونید بگیرید، انقدر نظم بین الملل به هم میریزه، همه اینا به هم میریزه. اگر چیزی میخوایم بگیریم چون نیاز اروپا هست باید کش بگیریم، به نظر من نقد باید بگیریم. اروپا باید در عرض 2 سال بیاد در ایران و در صنایع LNG ایران سرمایه گذاری کنه. ببینید اگر ما LNG رو بتونیم در عرض این 2 سال به دست بیاریم، در دور زدن تحریم ها خیلی به ما کمک میکنه. دیگه ما نیاز فقط نداریم که از خط لوله گاز گازمون رو صادر کنیم، ما میتونیم با تانکرها مثل نفت صادر کنیم. خب پروژه های LNG تو ایران از حدود 10 سال پیش از زمان دولت های احمدی نژاد شروع شده، 2 تا پروژه بوده، پروژه موفق نبوده، تکنولوژی پیشرفته ای میخواد، حالا یه سرمایه‌گذاری درستی نشده. تبدیل گاز به LNG گاز مایع و پایانه هایی که بتونه اینو ذخیره کنه و صادر کنه و تانکرهایی که بتونه نفتکش کنه دیگه، حالا گازکش LNG کشی که بتونه اینها رو حمل کنه. خب ما نیازمند اینها هستیم. اگر اینها رو داشته باشیم، اگر آمریکا بیاد ما رو تحریم کنه، یه پله جلو هستیم. من اینکه آقای دکتر میگن در موقعیت بالا هستیم رو قبول دارم و معتقدم باید چیزهایی بخوایم که نقد بگیریم در این 2 سال. در این 2 سال بگیریم و خودمون رو در واقع قوی‌تر بکنیم برای لایه بعدی در واقع تحریمایی که وجود داره. نکته نهایی هم من اینجا بگم. ببینید آقای دکتر صالحی صحبتی که بود که چرا ما همه نیروگاه‌های هسته‌ایمون رو روسیه داره می‌سازه. یه دونه ساخته، 2 تا دیگه هم داره می‌سازه، میشه 3 تا. قانون مجلسی که بعد ما 20 تا نیروگاه شبیه بوشهر داشته باشیم که میشه 20,000 مگاوات برق هسته‌ای. حالا اگر نیروگاه بزرگتری هم باشه که هیچ. از زمان شاه هم در واقع این پروژه بود که حدود 25-30% برق کشور باید از انرژی هسته‌ای تولید بشه. از آقای دکتر صالحی این سوال پرسیده شد که چرا خب فقط روسیه است، چرا اروپایی‌ها نمیان؟ ایشون گفتن که ما بعد از برجام رفتیم فرانسوی‌ها درخواست، چندین ماه پیگیری کردیم، گفتن نه ما نمیان. به دلایلی نمیان. ببینید درگیر کردن اروپایی‌ها، یعنی باید یکی از شرایط ما برای احیای برجام باشه. درگیر کردن شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، حتی اون وقت حالا آلمان و کره جنوب، ژاپن و کره جنوبی هم جای خودش برای ساخت نیروگاه، چون میدونید کره‌ای ها نیروگاه در واقع اماراتو ساختن، برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خیلی خوبه. از چه جهتی؟ بله نیروگاه هسته‌ای 6-7 سال ممکنه ساختش طول بکشه، اما نه تنها تکنولوژی دیگری وارد میشه، نه تنها رقیبی میشه برای روسیه که روسیه هم تعهدات خودش رو سر وقت انجام بده، بلکه در واقع همکاری های هسته‌ای که تحت نظارت آژانس بنو انرژی اتمی باشه، در واقع تحریم پذیریشون سخت‌تره، تحریم پذیریشون آسون نیست، دلایلی که برای تحریم اینا میخواد. لذا من اعتقاد دارم هست، میشه گزینه‌های روی میز گذاشت، اما در کنار برجام، احیای برجام، اونها رو بعد نقد کرد و تعهد بست. مسئله که در دولت‌های روحانی بود این بود که ما برجام رو امضا کردیم، حالا کاسه گدایی دستمون گرفته بودیم که شرکت‌های اروپایی میاد یا نمیاد، شرکت‌های آمریکایی میاد یا نمیاد، فلانیا میان یا نمی. خب شرکت ها میرفتن ریسک رو میدیدن، میدیدن هنوز تحریم ها وجود داره، هنوز ممکن اتفاق بیفته. چند تا شرکت دیگه بالاخره با بحث سیاسی وارد شدن، مثلا توتال بیاد نفت ما رو چیز کنه، پژو بیاد اون، بعد این اتفاقات بیفته. به نظر من میرسه که ما باید این کارا رو حتما از الان فکرش باشیم، چون همونطور که گفتیم بحث برجام بحث 1-2 ساله است، بحثی نیست که ماندگار باشه، خیلی بعید ماندگار باشه حتی اگر احیای برجام اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی ممنون آقای دکتر بازرگان، از شما هم تشکر میکنم. بله ممنونم. حالا تایم و سوالات ما به اتمام رسیده، ولی من در انتها حالا برای هر کدوم از عزیزان 3 دقیقه وقت در نظر میگیرم، اگر نکته باقی مونده که در سوالات نبوده و مطرح نشده در خدمتتون هستم. حالا ابتدا با بازرگان. خواهش میکنم. من خیلی با فرمایشات جناب آقای عزیزی موافقم، اونم اینه که ما بعد از این فرصتی که پیش اومده به نحو احسن استفاده کنیم و نه اینکه صرفا صبر کنیم. باید فعالانه تر برخورد کنیم نسبت به طرف مقابل. الان ببینید فرصتی که پیش اومده به گونه ایست که نه تنها اروپا الان به ثبات خاورمیانه و به انرژی این منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد، بلکه یه رقابتی بین رایزینگ پاورهای جدید، ابرقدرت‌های جدید هم پیش آمده. یعنی روسیه هم
نه تنها مواضعش به ما نزدیک شده، بلکه به همراهی ما روسیه اکنون نیاز دارد. یعنی شما در این سفر آخر آقای اولیانوف به تهران که میدیدی، اصلا فرق کرده موضع روسیه با ایران. یعنی روسیه میگه تو الان ایران بیا به من کمک کن، من چطور تحریم ها رو دور بزنم، من چطور خنثی‌سازی تحریم ها رو انجام بدم، من چطور نفتمو بیرون بفروشم، من الان به کریدور شمال به جنوب نیاز دارم، من از اروپا ناامید شدم، بیا منو بس کن، کریدور رو با هم بسازیم. من الان در سوریه چون حواسم به جنگ در اوکراین گرمه به تو نیاز دارم، در افغانستان به ایران نیاز داره، در قفقاز و بحران قره‌باغ همینطور، در آسیای میانه. ببینید این فرص، وقتی من میگم گذار در نظم بین‌المللی همین، یا چین الان وزیر خارجه، وزیر دفاعش وقتی به ایران سفر کرد، اهمیت ایران و اهمیت ژئوپلیتیک ایران، اهمیت قدرت نظامی ایران، نیروهای نیابتی ایران برای چین الان متفاوته. چین چه برای رسیدن به دستیابی به یک جاده یک کمربند به ژئوپلیتیک ایران نیاز داره، چه در صورت احتمال وقوع بحران تایوان هم به انرژی ایران نیاز داره، به یک کشوری که مطمئن باشه انرژی بهش میده. مثلا عربستان و امارات اومدیم آمریکا تحریمش کردن دیگه بهش انرژی ندادن، ولی میدونه ایران بهش انرژی میده. همچنین به قدرت نظامی ایران، به عمق استراتژیک ایران در اقیانوس هند، در غرب آسیا، به اینا نیاز داره. خب اینا وضعیتیه که با 10 سال پیش برای ما به شدت متفاوت شده و ما الان میتوانیم از این شرایط استفاده کنیم که هم از آمریکا امتیاز بگیریم، هم از اروپا امتیاز بگیریم، هم از خود روسیه امتیاز بگیریم، هم از خود چین. یعنی اینجوری هم نیست که حالا اینو الان به ما نیاز دارن پس بگم باشه ما برادر شما این حالا مثلا، نه، ما از اینا هم باید امتیاز بگیریم، از آمریکا هم باید بتونیم امتیاز بگیریم، از اروپا هم باید بتونیم امتیاز بگیریم. برای اینکه این کارو بتونیم بکنیم باید فعال باشیم. و یه نکته را باید فراموش نکنیم، من یه اختلاف نظر کوچولو با دکتر عزیزی دارم اینجا، ولی اختلاف نظر ذاتی نیست، اختلاف نظریه که ببینید اروپا به انرژی ما نیاز داره، خب شدیدن هم نیاز داره، اما ایالات متحده آمریکا به گفته خود آقای ظریفه که آمریکا نفت ایران رو در بازار جهانی نمد مال کرده، دنیا رو از نفت ایران بی نیاز کرده. خب الان آمریکا اون شرایطی که برای روسیه پیش اومده و اون امتیازی که روسیه داره از دنیا سر نفت خودش میگیره رو هیچ وقت حاضر نیست از روسیه بگیره بده به ایران. بالاخره ما که مشکلمون با آمریکا حل نشده که. خب پس ما یه مقداری سر این مسئله با آمریکا مشکل خواهیم داشت و همین الانم کسانی که میگن آمریکا داره چشم پوشی میکنه برای کنترل نفت باز و قیمت بازار جهانی و نمیدونم داره میذاره که ایران نفت بفروشه به چین، همچین خبرهایی نیست. شما تو همین 2 ماه اخیر ببینید چند تا تحریم نفتی آمریکا به ما اضافه کرده. خب نکته اینه که ما اگه اون پیشنهادی که جناب آقای عزیزی در رابطه با امتیازی که ما از اروپا باید بگیریم شدنی باشد که بی‌نظیر است، یعنی واقعا این کار رو باید بتونیم بکنیم، من باور دارم نکته مهمتری که ما باید الان از آمریکا بگیریم اون امنیته، چیزی که 8 سال پیش هم داشتیم میگفتیم. ببینید دعوای دائمی منطقه ما سر امنیته، با عربستان، با ترکیه، با رژیم صهیونیستی، با پاکستان، با امارات، با داعش، با خود آمریکا. خب و ما اینو باید گوشه ذهنمون داشته باشیم، اگر ما کاهش قدرت میدهیم شما هم کاهش تهدید بدهید. من اگر قرار بمب اتم نداشته باشم، من اگه قرار موشکمو کم کنم، من اگه قرارم منطقه بیام بیرون، تو هم باید ناو هواپیمابر تو از خلیج فارس ببری، تو هم باید زیر دریایی هستی تو از خلیج فارس ببری بیرون. خب اگه این مشکل ما با آمریکا حل نشه 100 تا برجام دیگه هم مشکلات ما رو حل نمیکنه. چرا؟ چون ما در منطقه درگیر معمای امنیت هستیم. به باور من از فرصتی که الان پیش اومده و ما میتونیم به طرف مقابل فشار بیاریم، این امتیاز امنیتی رو باید بگیریم، این تضمین امنیتی رو باید بگیریم.
در کنارش هم اون فشار رو میتونیم به اروپا بیاریم، فرمایش جناب آقای دکتر عزیزی رو رعایت کنیم و در مسئله گاز و انرژی هم سرمایه‌گذاری هایی رو از آمریکا بگیریم. عرض کلی هم بنده هم میدونم جناب آقای دکتر عزیزی اینه که فضای نظام بین‌الملل و موقعیت آمریکا مثل قبل نیست که چشم بدو توافق بکن برو. ما الان می توانیم امتیاز بگیریم، می توانیم فشار بیاریم. پس عزیزانی که میگن چرا ایران صبر میکنه، نه تنها ایران باید صبر کند بلکه باید فشار بیاورد. الان نقد به ایران این نیست که چرا صبر کردی، نقد به ایران اینه که چرا فشار نمیاری که توافق بهتری بتونی بکنی. حالا این فشار میخواد در حوزه انرژی باشه، در حوزه اقتصادی باشه، میخواد در حوزه امنیتی باشه. من باور دارم که گزینه آینده برای احیای برجام احتمالش کمه اما صفر نیست. میتونیم بازی کنیم، بالاخره هم ایران به رفع تحریم ها نیاز داره، هم آمریکا خواهان غیر هسته‌ای شدن ایرانه. اما اون گزینه هم به حالتی که اگه بخواد دوباره به ضرر ما باشه، اون مطلوب ما نیست و ما منطقاً به عنوان یه ملت زمانی که یه تجربه تلخ رو پشت سر گذاشتیم نباید همچین انتظاری هم داشته باشیم. ببخشید اگه زیاده گویی کردم، مرسی از فرصتی که در اختیار منده گذاشتیم جناب آقای دکتر عزیزی گرامی و شما میزبان عزیز. سلام دکتر عزیزی، اگر شما هم نکته‌ای باقی مونده که در سوالتون نبود در خدمتتون هستم. آره من خداحافظی کردم ولی حالا خب یه نکته کوچیک رو پس میگم. ببینید همونطور که آقای دکتر گفتن و برخلاف دوستانی که خب طرفدار حالا بیشتر تمایل به غرب دارن، حالا اروپا یا آمریکا، اتفاقا اگر ما در واقع بتونیم روابط خیلی خوبی با روسیه و چین و هند و کشورهای مختلف ایجاد کنیم، این اهرمی خواهد بود که وقتی این دوستان حالا چه خودشون به قدرت رسیدن چه نه، اصلا سیاستیه که ایران داره، بخواد موازنه کنه، موازنه قوا کنه، بخواد از همه طرفا امتیاز بگیره، اون روابط خوب با چین و روسیه میتونه در واقع سنگ مرکی باشه و در واقع کشورهای غربی رو مجبور بکنه که با ما را بیان، به ما امتیاز بده. همون کاری که الان مثلا عربستان داره از چین میکنه، یعنی چون روابطش با آمریکا خوب هست یا امارات روابطش با آمریکا خوب هست، از اون طرف داره امتیاز میگیره، حالا بیاد براش کارخونه موشک زدن درست کنه، بخواد روابط اقتصادی و نفتیش رو باهاشون زیاد بکنه. اینا نکات مهمیه ولی بعضی از دوستان متاسفانه صفر و یک نگاه میکنن، در حالی که خب توضیح آقای دکتر در این زمینه بسیار عالی بود. نکته نهایی هم بگم، ببینید آمریکایی ها چون در شرایط داخلی خودشون هم، یعنی در حالت سیاست گذاری خودشون هم، به این نتیجه رسیدن که دوران هژمونی جهانیشون و اون قدرت یکتازیشون در جهان تموم شده، خودشون دنبال در واقع این رفتاری هستن که بتونن با قدرت‌های منطقه‌ای روابط بهتری داشته باشن، در واقع اون ریالیزم و در واقع نوواقع‌گرایی یا واقع‌گرایی که آقای دکتر استاد هستن در صفحه‌شون بسیار در مورد صحبت کردن و دوستان میتونن برن استفاده کنن. اگر اون اندیشه‌ها در سیاست خارجی آمریکا بیشتر بشه، خود آمریکا مجبوره با ایران ارتباط برقرار کنه. چطور مجبوره؟ اگر ما قدرت نظامی خودمون و قدرت ثبات‌سازی خودمون رو در منطقه بیشتر بکنیم. بنابراین این مهمه که خیلی از دوستان فکر میکنن تا مثلا اگر برجام احیا شد بدویم بریم مثلا بقیه چیزا هم بدیم بره. این دوستان بدیم بره الان جدیدن زیاد شدن. نه، شما اتفاقا اگر میخواهید روابط خوب و پایدار داشته باشید، باید یک قدرت ثبات ساز در منطقه باشید و واقعا هم ایران هست. ایران الان از مدیترانه بگیریم تا خلیج فارس تا باب المندب در واقع یک قدرتی است که همیشه باید در کنار در واقع هر میز مذاکره باشه. لذا من فکر میکنم همه این صحبتهایی که علی، من جمله آخرم هستش که اگر شرایط داخل رو دولت آقای رئیسی بتواند کنترل کند و واقعا شرایط رو به بهبودی باشه، با همین روابط اقتصادی منطقه‌ای که ایجاد شده، با این در واقع تبدیل شدن ایران به قطب در واقع ترانزیت کالا و انرژی از روسیه به هند، از اون طرف از در واقع چین به سمت مدیترانه به سمت ترکیه، اگه بتونیم یه همچین قابلیت رو ایجاد بکنیم و کشور وضعش رو به بهبودی بره، در واقع حتی اون کارت‌های تهدید آمیز آمریکا رو هم دیگه از روی میز کنار خواهیم گذاشت و اون وقت واقعا میتونیم از موضع بسیار بالاتری در واقع در مذاکرات مختلف شرکت بکنیم. منم تشکر میکنم بازم از شما از آقای دکتر استفاده کردم و امیدوارم که همه مخاطبین هم استفاده کرده باشن. خیلی ممنون. سلامت باشید. خیلی خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، نکات مهمی که مطرح شد و
بگم گفتگو مفید جدی بود، حداقل برای خود بنده که خیلی استفاده کردم. شبتون بخیر، امیدوارم که سلامت باشید. از 340 نفری هم که تا به این لحظه ما همراهی داشتن و لایو رو دیدن تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا نگهدار.